ببینین، به خاطر حرفای داخل معذرت میخوام، لطفاً گوش کنین. من هدفم این نیست که شما رو ناامید کنم، اما این معالجه برای مراد یه شانس دوباره است. جدی میگم. من حرفامو زدم. اما مراد حرف خودش زد. خودش گفت که نمیخواد اینطوری زندگی کنه. مراد تا به امروز اینطوری زندگی کرده، از این به بعدم میتونه. ببینین این وضعیت باش چی کار کرده. نمیبینین چقدر ناراحته؟ مگه میشه نبینم؟ تقصیر منه. تو اون تصادف که مراد زخمی شد و مامانش فوت کرد، من پشت فرمون بودم. من داشتم رانندگی میکردم. من زندگی نوامو نابود کردم. از این به بعدم شما میخواییم بریم پشت فرمون آقای دکتر؟ بهش امید واهی میدین و با این کار زندگیشو نابودتر میکنیم. تو رو خود دستمو ول نکن. ول نمی کنم عشقم، ول نمی کنم. قربونت برم عزیزم، آروم باش، آروم باش. دریا خوب گوش کن، باشه؟ میدونم اینجا عمل سزارین اصلا چیز طبیعی نیست، اینو میدونم، اما چاره دیگه ای نداریم، این کارو میکنیم، باشه؟ به من اعتماد کن، من به تو اعتماد دارم. یکم دیگه مادر میشی، برای همین تحمل کن. ببین من این ناحیه رو با یخ بی‌حس میکنم، اما بازم خیلی درد داره. آماده باش، مثل یه مادر تحمل کن، به خاطر خانوادت، به خاطر بچت. حالا حاضری بچه‌تو بغل کنی؟ به خاطر بچه‌م حاضرم. به من اعتماد داری؟ منم به تو اعتماد دارم. باشه؟ به من اعتماد کن. خیلی خیلی مسخره است که اینجا وایسادی. نمی‌بینی دارن چی کار می‌کنن؟ می‌بینم. اگه به جای دکتر علی واسف کس دیگه ای بود، الان حتما اونجا بودیم. چون اونجاست نمی‌ریم ایپک. همه چی رو حل میکنه. ما اگه بریم فقط جلوی دست و پاشو میگیریم. آروم باش. چی پیدا کردی؟ یه جعبه کمک های اولیه پیدا کردم، فقط یکم قدیمیه. اینا هم هستن. ضد عفونی هم کردم. با الکل ضد عفونیش کردم. خوبه، آفرین. الان منو ضد عفونی کنیم. باشه. آروم باش عزیزم، آروم باش. بسه، بریم بریم دیگه، کافیه، بسه، بریم. آبجی دکتر، اگه بلای سرم اومد اصلا فکر نکنین بچه‌مو نجات بدین. باشه؟ از این حرفا نزن، هیچی نمیشه عزیزم، مگه نه دکتر؟ بله دریا، همه چی درست میشه، فهمیدی؟ مگه قرار نشد به هم اعتماد کنی؟ باشه. خب دیگه به هم اعتماد کن، یکم دیگه بچه‌تو بغل میکنی، باشه؟ دست زنتو ول نکن، یخو بدیم به. الان میخوام این قسمت رو بی‌حس کنم. همونطور که گفتم یه کم درد داره، اما تو مادری، به خاطر بچت تحمل میکنی. حاضری؟ شروع کنیم. آره. پس شروع میکنم، آماده باش. چاقو.
خدا ازت راضی باشه اسما جون. قهوه حاضره؟ آهان قهوه حاضر میشه. یعنی اگه الان تو بری تو خیابون داد بزنی بگی قهوه‌م حاضره، همه بودو بودو برات قهوه میارن؟ چی داری میگی تو؟ یعنی قهوه نداری؟ این یعنی واو آب چی تو برو غذا تو بخور. ببین منو اسما ببینه اینجوری داری دهنیشون میکنی آشپزخونه رو سرت خراب میکنه. آبجی؟ بله آبجی جونم. وای قربون اون زبونی شیرینت بشم آبجی جونم، یه چیزی ازت بپرسم؟ اینجوری با این تیپ واسه بیمارات حاضر شدی؟ مگه چی؟ نمیتونم اینطوری تیپ بزنم؟ نمیتونم به خودم برسم؟ خودت 5 تا نارایش کردی، من بهت میگم به خاطر عیاز این کارو میکنی؟ اصلا چه ربطی به عیاز داره جونم؟ در ضمن من طرفدار طبیعی بودنم. بگذاریم، کاملا معلومه برای کی خوشگل کردی. این تیپ و این قیافه برای کسی نیست جز آقای همه چی تمام. ببین الان میرم لباسمو عوض میکنم، مثل دیوونه ها با پیژامه میرم بیمارستان. خوبه؟ خب دیوونه ای دیگه. ببخشید هیچی قهوه یکم داغه، یکم در مورد دیروز حرف بزنیم. خدای صبر بده. تو دیروز به علی آصف حسودی کردی؟ ببین داری تو خودت میریزی و چیزی نمیگی، ولی نریز تو خودت، بگو. من به کسی حسودی نمی کنم عزیزم. عزیزم؟ اما رفتارت اینطوری نشون نمیداد. کافیه دیگه، چقدر داری به هم گیر میدی ایپک. من رفتم. خوشگله، اینو یادت رفت. وا ایلول، عیاز چرا تعجب کردی؟ اینجا خونمه ها، من همیشه اینجا. اینجور که معلومه تو هم دیگه میخوای این اطراف باشی. من داشتم میرفتم بیمارستان، گفتم بیام دنبالت با هم بریم. خوبه خوبه، فکر خوبی کردی، کار خوبی کردی. ما هم داشتیم به این فکر میکردیم کی پیکو ببره بیمارستان. آبجی بگذاری، فهمیدم تو بیمارستان میبینم. میبینم من برم جاکتمو بردارم. باشه، لااقل پیش دختره تابلو نکن. آها اینا رو ببین، من با اینا فرشته میشم، البته هستم، ولی خب یه جور دیگه میشم. وای اینم همینطور، اینم. ای خدا، انتخاب کردن از بین اینا خیلی سخته. نگاه نکن. اسما چرا بیخ گوش من داد میزنی؟ عشقم داماد اگه لباس عروس قبل از عروسی ببینه بعد یومی میاره، یا اگه تنش ببینه اینجوری میشه، دقیقا نمیدونم. اما به هر حال ما هر جفتشون رو انجام ندیم. اسما تو هم تو سرت مشکلی داری؟ ها؟ سرت جایی خورده؟ چیزی شده؟ نه نشده. پس این موضوع عروسی و بدیومی دیگه چیه؟ چی داری میگی؟ شوخی میکنی؟ میخوای بگی تومارت باعث شد اون کارا رو بکنی؟ بای بای تومار، بای بای پیشنهاد ازدواج. شوخی میکنی؟ من بهت پیشنهاد ازدواج دادم؟ اسما من نمیدونم این تومور با من چی کار کردم، اما تا این حد نباید رو من اثر میذاشت. یعنی ببین اگه مغزم کلن یه تومورم باشه امکان نداره همچین کاری کرده باشم. نمیشه، این کارو نکردم. آره نکردم. نکردی آلم، همه کارا رو من کردم. من عاشق کسی شدم که بعد از عمل همه چی رو یادشه، اما یادش نیست که به من پیشنهاد ازدواج داده. من کردم. اسما کجا؟ دارم میرم کافه، میخوام با غذا خوردن این غصه رو تو دلم جبران کنم. اسما وایسا نرو، من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. صمد داداش شکار کردی؟ چیزی پیدا کردی؟ تو اصلا نگران نباش داداشی، به اسمارش به من مزاحم نشو، قد کن. با اون پول دیگه بهت گل نمیدن. پسر من اینجا دارم سر مرگ و زندگی چونه میزنم، قد کن دیگه. آبجی جون، آبجی خوشگلم، تو اصلا وجدان نداری؟ نه نه، میخوای چیکار کنی؟
ببین دارم میگم یه کار خیره، میخوام دوتا عاشق به هم برسن. منم میگم اینا رو بذار کف دستم. میگم نمیشه، کمتر از 300 لیر اصلا را نداره. چی؟ همین الان داشتی میگفتی 200 تا، حالاشو 300 تا؟ تو هم منو ساده گیر آوردی نه خانم گلفروش؟ درستم کلاهی تو اصلا بوی خوبی ندارن، اگه من نخرمش کی میخواد بخره اینا؟ نه بابا ببین منو خانم گلفروش، با 200 تا راضی شو قال قضیه رو دیگه بکن. چی؟ داداش جون بذار یه نصیحتی بکنم، زنا از مردای چاق خوششون نمیاد، تو اینا رو هنوز نمیدونی، اون وقت اومدی در مورد گلای خوشگل من نظر میدی. ای بابا قرار نیست من ازدواج کنم، اصلا بهش فکر نمی کنم، دارم خوبی میکنم، خوبی فهمیدی؟ دارم خوبی میکنم، دارم کمک میکنم یکی از دوستام خونه و زندگی تشکیل بده، اما تو اجازه نمیدی گل فروش خائن. باشه بابا ازت خوشم اومد، همه یه گلام فدای تو باشه، 200 بده همشو بگی خیرشو ببینی. بگو به خدا. به خدا. جدی میگی؟ جدی میگم. بیا این 200 رو بگیر، خدا ازت راضی باشه، گلا رو بده. این کارم حل کردیم آبجی جون، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. چه کاری نکن. او بازم به موقع. خوب بلدم از بین درا رد بشم. الان به من تیکه انداختی؟ میدونی که همه درام به روی تو تا آخر عمرم باز خواهد. میدونم میدونم، منظورم آسانسوره. امروز صبح چقدر خوشگل شدی. همینجوری پوشیدم اومدی. همینجوری پوشیدی اومدی بیرون، اما خیلی خوشتیپ شدی، بوتای سیاه، کیف، خیلی بد میاد، خیلی خوشگل شدی. دیروز بعد از شام زنگ نزدی، یعنی منتظرت نبودم، اما فکر کنم خودت اینجوری گفته فکر بودی. یعنی منتظر نبودی؟ باش. دیشب یه شب سخت و طولانی و پر از اتفاقات غیر منتظره بود. شب خونه هم نرفتم، اما در این مورد سرپا حرف نزنیم باشه؟ ترجیح میدم با این خانم خوشگل یه جا بشینیم و حرف بزنیم. خود دانی. راستش منم میخواستم در مورد یه چیزی باهات حرف بزنم. آه آسانسور چرا وایساد؟ من دکمه ایو نزدم. میدونی ما این آسانسور رو خراب کردیم، جدی میگم، هر وقت خواستیم دکمه رو فشار دادیم. آخه این چه کاریه؟ زود باش دیگه. کار کرد. تو میخواستی یه چیزی بگی؟ نه راستش همونطور که خودت گفتی بهتر سرپا در موردش حرف نزنیم. باش پس اول کارامونو تموم کنیم، بعدش با هم میشینیم و حرف میزنیم. باشه. خب نظر تو چیه؟ به نظرت بی خودی طرف امیدوار کردن؟ اگه قرار زندگی اون پسر عوض بشه به امتحانش میرسه. میدونم کارسازه، اما از یه طرفم میترسم حق با مادر بزرگش باشه. میدونی؟ ما داریم کجا میریم؟ این که راه بیمارستان نیست. چون نمیریم بیمارستان. فکر کردم بعد از این همه اتفاق شاید بخوای مادر و پدرتو ببینی. تو به چه عنوانی به فکر من بودی؟ به چه عنوانی؟ به عنوان یه انسان. بهتره بعد از این، قبل از اینکه به جای من تصمیم بگیری با هم مشورت کنی. دوبله شده در استدیو جم. میشه ماشین رو نگه داری؟ میخوام یکم هوا بخورم.
ایپک ببین، مامان و بابات خیلی نگرانتن، دوست دارن تو رو ببینن. نمیخوام، چون اونا منو درک نمی کنن. اگه اون ابراهیم خبر نمی داد من الان مرده بودم. میفهمی؟ مرده بودم. باشه میفهمم، اما ببین ابراهیم به جرمش اعتراف کرد، تو هم الان صحیح و سالم کنار مایی. تموم شده ره. تموم نشده، نشده، تمومم نمیشه. کسی نمیدونه اون همه مدت من تو اون تاریکی چی کشیدم عیاز. باشه حق با توه، نمیگم حق با تو نیست، اما برای آخرین بار سعی کن پدر و مادر تو ببینی ایپک. پس بهشون زنگ بزن، زنگ بزن و بگو، بگو ایپک خوبه. حالا که اینقدر نگرانن بهشون زنگ بزن و باهاشون حرف بزن. داری بزرگش میکنی، بعدن از این حرفات پشیمون میشی. بشم یا نشم، به خاطر تصمیم خودم پشیمون میشم. چون وارد راه اشتباهی شدیم، چرا اینقدر تراژدی تجربه میکنیم؟ عیاز، ببین دارم میگم عیاز، چون الان تو بیمارستان نیستیم و تو رئیسم نیستی. الان تو شرایطی نیستی که بخوای بهم چیزی یاد بدی. برای همین تو روابط خانوادگی من دخالت نکن. الانم بریم بیمارستان لطفا. با کمال میل ایپک خانم. فهمیدم تو روابط خانوادگیتون هیچ دخالتی نمیکنم. میریم بیمارستان. سلام. سلام. داشتی میومدی به دریا سر زدی. مادرش و مادر شوهرش در مورد بچه ازم سوال پرسیدن. فکر میکنن من دکترشم. خب دکتری؟ نیستم. من سالها پیش از پزشکی انصراف دادم. برای همین حتی اگه جواب سوالارم بدونم، بهشون گفتم دکتر میاد و خودش جواب میده. حتی بیرون نیومدم و فرار کردم. اما از آصف کوچولو نتونستم فرار کنم. هر چقدرم که نخوایم، بعد از سالها بازم هم دیگر رو دیدیم. اسم بچه رو آصف گذاشتم. واقعا؟ چه خوب. کدومشونه؟ نمیدونم. حدس بزن کدومشونه. ببینیم بچه ای رو که به دنیا آوردی به یاد میاری؟ پیداش کردم، اونه. آره درست حد زدی، علی آصف. یادت میاد؟ چیو؟ صورت پسرمونو. من چه مادری هستم؟ علی آصف چه مادری هستم که خودم نمیتونم از بچه‌م مراقبت کنم؟ تو شکمم داره میمیره، اما من نمیتونم کاری بکنم. نازلی تو رو خدا این کارو با خودت نکن. میدونی که کاری از دست ما بر نمیاد. مثلا من دکترم، من دکترم، من چرا نفهمیدم بچه‌م اینقدر مریض بوده؟ خدایا تو میخوای من بیدار بشم؟ بیشتر از این نمیخوام تو کابوس بمونم. علی آصف من نمیتونم دیگه، طاقت ندارم. نازلی، نازلی چی داری میگی؟ میتونی، میتونی تحمل کنی، تحمل میکنی. باشه با هم از پسش بر میایم، نگران نباش. علی آصف ها، بهم قول بده. چه قولی؟ وقتی بچه‌مون به دنیا اومد، لطفاً اونو بده بغلم. باشه، بچه من نباید از مادرش دور بشه. لااقل تو وقتی که بمیره، من میخوام بغلش کنم. تو هم باید تمام جزئیات صورتشو به خاطر بسپاری. قول بده.
باشه. قول میدم نازم دیگه گریه نکن. باشه. میدونی برای چی اومدم اینجا؟ خب جان هنوز نیومده، حتما تعجب نکردی. آره تو میتونی یه نگاهی به اینو بندازی؟ نازلی میدونم خیلی به هم اعتماد داری، ممنونم. من اینا رو میبینم، اما به نظرم بهتره شوهر تو پیش یه دکتر دیگه ببری. علی آصف لطفا، دکتر این همونده که پیشش نرفته باشی. من اگه چاره دیگه ای داشتم جانو نمی آوردم پیش تو. بیا بیا حرف بزن. بیا تو موویز. ایلون یکم وقت داری؟ در مورد یه چیزی ازت کمک میخوام. البته، مورد چی؟ یه مار داریم که تو راه در موردش حرف میزنیم، باشه؟ باشه، ایپکم پیش توه؟ ایپک نیست، یعنی پیش من نیست. امروز ترجیح داد دستیار علی آصف باشه، اینطور خواسته. چرا همچین چیزی خواسته؟ فکر کنم یکم از دستم عصبانی. باشه. تو عمرم همچین تومور بزرگی ندیده بودم، باور نکردنیه. این تومور بدخیمه، رسما گردش خونم تحت کنترل خودش گرفته. نازلی شوهرت میتونه از زانوهاش استفاده کنه. وقتی میتونه از زانوهاش استفاده کنه خودش یه معجزه است. حتی زنده بودنش هم معجزه است. میدونم علی آصف، میدونم، اما باید جانو نجات بدی. میشه به من بگی که عملش میکنی یا نه؟ نازلی ببین، این خیلی عمل سنگینیه، خودت خوب میدونی. ممکنه شوهرتو از دست بدیم. دکتر علی آصف گفتن یه تومور افسانه‌ای است، میشه منم تو اتاق عمل باشم؟ خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم. سمت آروم باش. این چه وضعشه؟ آروم باش. مگه من چمه؟ اینو میگه پسر. ها شما اینو میگی. دکتر اصلا نپرسین. کمتر برای خودم درد سر درست کردم، یعنی اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. بگذاریم، خیر باشه. خب نظرت چی؟ نازلی برای اینکه این تومور رو در بیارم باید رگای حیاتی جوانو ببرم و به احتمال زیاد شوهرت فلج میشه. نمیتونم. اولین روزی که اینجا دیدمت بهت گفتم که عوض نشدی، یادت میاد؟ میدونی اشتباه کردم، تو قبلا انقدر ترسو نبودی. طرف رسمن نابودش کرد. این چی بود؟ زن سابقش. زنش؟ آره برین سر کارتون، زود باشید. خسته نباشید. خسته نباشید دکتر. میگم این کارو نکنی.
ای بابا لاقل تو اینو نگو ایلول. قبول، آره قبلا یه سری مریض دیده بودیم که برای خودشون شعر میخوندن و تشنج میکردن، اما این فرق داره، اولین بار همچین موردی میبینیم، خودت خوب میدونی. خیلی خوب، باشه باشه، میفهمم نمیخوای مریض امیدشو از دست بده. ببین ایلول، بهتره اول بیای مریضو ببینی بعد تصمیم بگیری، به هم حق میدی. باشه بیا. مراد عملم میکنین دیگه، شما منصرف شدین؟ معلومه که منصرف نشدیم مراد، اما این جراحی جراحی نیست که توش تضمینی باشه. دکتر عیاض درست میگه، خب ما اصلا دلمون نمیخواد که ناراحتت کنی. همیشه تو زندگیم زندگی مردم رو تماشا کردم و نتونستم با کسی حرف بزنم. تنهایی تو اتاق نشستم تا کسی رو آزار ندم. این که بتونم حسم رو به کسی بیان کنم برام مثل یه معجزه است. اگه عمل نشم باید همیشه تنها بمونم. واقعا ارزش امتحان کردن نداره. باشه امتحان میکنیم، همه با هم این کارو میکنیم. بابا تو از این مشکلات خبر داشتی؟ در مورد چی حرف میزنی؟ البته تو هم حق داری، مشکلات بیمارستان تمومی نداره. حتما داری میپرسی کدوم مشکل؟ شنیدی؟ اون زن چی کار کرده؟ یه هویی غیبش زده، این تصادفی نیست. رفته با بابای فاتح تو بیمارستانشون شریک شده، بیمارستان رقیبمون. آه ازرا رو میگی؟ آره همون مارصفت رو میگم، همون زنی که میگفتی چیزی نمیشه بذار کنارمون باشه رو میگم. آره فاتح هم با خودش برده، اون بچه‌ام بالاخره یه کار درست انجام داد. همین؟ آدمی که این همه برای بیمارستان زحمت کشیده اینو باید بگه؟ و میتونم به خاطر تو خوشحال باشم. ازرا باعث ناراحتی تو میشد، دیگه راحت شدی. بهتر موضوع همینجا تموم کنیم. هر جور راحتی. یه لحظه تو اصلاً تعجب نکردی؟ در ضمن در مورد فاتح هم شنیدی؟ چون تو میدونستی. به نظرت خیلی عجیبه؟ باید یکم هوشیار باشی پسرم. شما حرف زدین و حد میزنم سهام اون زن چی شده. به من فروخت، بگم یه معامله دو سر برد بود. این کارو هم کردی؟ اما یادت نره بابا، روباه هم تو تله میافته. جای اشتباهی دنبال دشمنم میگشتن. منظورت چیه؟ یعنی اینکه باید همیشه هوشیار باشی بابا. اگه از سر راهم نری کنار، خوب بلدم چطوری لهت کنم و از رود رد بشم. بابا بازی جدیدم رو تماشا کن. بفرمایید. سلام، برات سوکاچ آوردم. البته خب آره، مثل سوکاچای گلایشی خانم نمیشه، اما خیلی هم بد نیست. هیچ کس نمیتونه مثل اون درست کنه. راستش خوشحالم میبینم یه چیزی میخوری.
تو بیمارستان حرف و حدیثه، پرستارو دارن یواشکی حرف میزنن، میگن دکتر ایلول داره از هوا تغذیه میکنه. نه اینکه تو خیلی فرق میکنی. آره خب اونم درسته. دکتر علی کجاست؟ چرا شما دوتا کنار هم نیستین؟ شما دوتا نامردین، تو چرا اینجا تنهایی آخه؟ آها یادم اومد، دکتر علی آصف درگیر نجات جون زندگی شوهر زن سابقشه، مگه نه؟ ببخشید. یه توصیه خواهرانه بهت بکنم، اگه من بودم میدونو خالی نمیذاشتم. یعنی من چیزی که دیدم و میگم، انگار یه وابستگی شدیدی بینشون هست. چی داری چرت و پرت میگی؟ شاید مربوط به گذشتشونه، نمیتونم. اما من از اون زنی اصلا خوشم نیومد. باید استراتژی تو عوض کنی. پس تو با عیاز این کارو بکن. باشه، من اصلا حوصله این مسخره بازی‌ها رو ندارم. میبینمت. میبینمت. وای اصلا جوگیر نمیشه. در ضمن عیاز باید تنبیه بشه، من این چیزا رو خوب بلدم. اگه منتظر ناظری هستین یکم پیش رفت. میدونم باش حرف زدم، پایین منتظره. خب راستش من میخواستم با شما، بذار رسمی حرف نزنیم، اومدم باهاتون حرف بزنم. همونطور که تو رستوران حرف زدیم، خواستم نازلی اینجا نباشه. باشه، میشنوم. اینطور که فهمیدم نمیخوای منو جراحی کنی. متاسفانه خیلی خوب میدونم که جراح خیلی خوبی هستی. برای چی عملم نمی کنی؟ به همون دلیلی که دکترهای قبلی جراحیت نکردن. مطمئن باش خیلی دوست داشتم عملت کنم، اما این جراحی خیلی ریسک داره. هر چقدر متخصص باشی باز فایده ای نداره. یعنی هیچ ارتباطی با مردن من نداره ها؟ ببین جان، تو برای من فقط یه مریض عادی هستی و هدف من هر کی باشه اینه که بیمارامو درمان کنم. ربطی نداره. ببین باهات رو راست حرف میزنم، من یه ذره هم ازت خوشم نمیاد. این که شوهر سابق زنم اطرافش باشه حسابمو خورد میکنه. ببین طبیعیه که از من خوشت نیاد، درکت میکنم، اما اینجا کسی نمیخواد با اعصابت بازی کنه. ببین من نامزد دارم، خیلی هم دوستش دارم و به زودی با هم ازدواج میکنیم، یعنی خیالت راحت باشه. پس اون وقت منو درک میکنی. ببین منم نازلی رو خیلی دوست دارم، حتی بیشتر از اون چیزی که اون فکر میکنه. اما دارم میمیرم، میمیرم. دوبله شده دار اجازه نده بمیرم. میخوام بیشتر کنار نازلی بمونم. من اونقدر دوستش دارم که دارم از کسی که حتی تحمل دیدنشو ندارم خواهش میکنم. این جراحی رو انجام بده دکتر. اگه راهیو میدونی که منو از زنم جدا نکنه انجامش بده. ها؟ چی میگی؟ میدونستم فرار نمی کنی. واقعا باور کردنی نیست. آره، بدخیم ترین توموری که تا حالا دیدیم. خیلی پیچیده است. آره به نظر منم خیلی پیچیده است. چرا تو رو انتخاب کرده؟ چی؟ چرا زن سابقت تو رو انتخاب کرده تو شوهرش رو جراحی کنی؟ الان یکم تحقیرم نکردی؟ من جراح موفقی هستم، در این که شکی نیست. پس به چی شک داری؟
لطفاً هرچی تو فکرته بپرس. چرا باها تماس نگرفت؟ یعنی زودتر وقتی که تو مارماریس بودی؟ یعنی چرا گذشته تومور انقدر بزرگ بشه؟ چیزی که واقعاً کنجکاو شدی توموره؟ خب چرا جدا شدی؟ بچه‌مون با هزار تا جراحی به دنیا اومد. 20 دقیقه بعد از اینکه به دنیا اومد مرد. وقتی بچه رو از دست دادیم دیگه نتونستیم ادامه بدیم. هم برای پدر هم برای مادر شرایط خیلی سختیه. آره واقعا خیلی سخته. اما قبل از به دنیا اومدنش خبر داشتیم. ولی خب هر چی باشه این چیزی نیست که بخوای براش آماده بشی. خیلی ناراحت شدم که همچین چیزی رو تجربه کردی. آره دیگه بعدش هم نازلی نتونست خودش رو جمع جور کنه. تو چطوری به خودت اومدی؟ سخت بود اما تونستم. زمان درمان همه درداست. خیلی کار کردم، درس خوندم، تلاش کردم، تونستم. من تونستم اما نازلی نتونست. فقط با من نه، با تمام دنیا رابطه‌شو قطع کرد. دکتری رم گذاشت کنار. اگه بچه زنده میموند؟ تو نازلی زندگیتون رو ادامه میدادی؟ بله سلیمان خان. بله بفرمایید. باشه میام عزیزم. من میرم بعدن حرف میزنیم. کار خیلی مهمی داره. لزومی نداره. منم یکم دیگه باید خودم رو برای یه عمل جراحی آماده کنم. یعنی چی لزومی نداره؟ یعنی نیازی نیست عجله کنی. زود باش برو. باش عزیزم، آروم باش. من کنارتم، نگران نباش. سلیمان خان؟ این موضوع مهم چیه؟ اینو مطمئن باش که قبل از اینکه با تو حرف بزنم با دکترهای دیگه هم حرف زدم. در مورد چی؟ تو زندگی فقط یه حقیقت وجود داره علی‌یوسف. 2 + 2 = 4. اینجوری میگی؟ میشه در موردش بحث کرد اما بگذاریم. از این موضوع ریاضی به کجا قراره برسیم؟ جراحی که غیر ممکنه رو نباید جراحی کنی. هر چقدر هم تو ماهر باشی اما جراحی تومور جان غیر ممکنه. کی اینقدر مطمئنه؟ تجربه. و من یه بار دیگه نمیخوام که اسم این بیمارستان به عنوان بیمارستان ناتوان شناخته بشه، مخصوصا بعد از این همه اتفاقایی که افتاده. اصلا اجازه همچین کاری نمیدم به هیچ وجه. سلیمان خان ما همیشه قراره همینطوری باشیم. از اینکه اینقدر مانع کارهای خوب بشین خسته نشدی؟ سلیمان خان از من نپرسیدین اما حق با علی‌یوسفه. باز مونده بود. به نظر منم باید امتحان کنه. تو چی داری میگی؟ علی‌یوسف دکتریه که خوب میدونه چی کار میکنه. اگه میگه این کار شدنیه پس شدنیه. اونجوری نگاه نکن. من آدم عادل هستم. عادل؟
خیلی دوست داشتم اینو باور کنم. به نظرم امتحانش کن. هرچی باشه امید بهترین چیز برای زندگیه. خب دیگه درسم هم یاد گرفت، پس بهتره من برم. کار دارم. خسته نباشی. روز بخیر. چطوری میخوای کمکش کنی؟ اینطوری میخوای با من بجنگی؟ چه جنگی بابا؟ من مثل تو روبازی نمی کنم، زیر میزی کار میکنم. اگه بتونه برای بیمارستان عالی میشه، اگرم نتونه راهشو میکشه میره و از شرش خلاص میشیم. میبینمت سلیمان خان، با اجازه. وقتی بهش فشار میاد به مرکز مغزش فشار میره، برای همین گاهی وقتا اینطوری حرف میزنه. بیمار آنوریسم مغز پیچیده‌ای داره. آنوریسما به اندازه کافی کوتاه شده. پس باید خیلی مراقب باشی. دریل لازم داریم. پنبه برای تمیز کردن؟ تمیز کنی. تیغ بده. باید رگاشو جدا کنیم.